سلام، خیلی خوش اومدیم به پارت سوم مبحث سلول‌های ماهیچه‌ای. تو این پارت قراره با هم در مورد سلول‌های ماهیچه قلب با هم صحبت کنیم. پس لطفا من حمایت از کانال سابسکرایب کنیم و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلول‌های قلبی همانند سلول‌های ماهیچه‌ای اسکلتی مخططند. سیستم اکتین میوزین تروپومیوزین ترولین دارن و همونطور هم که میدونین برخلاف عضله اسکلتی، تفاوتشون اینه که عضله قلب ریتم ذاتی ایجاد میکنه و این پیام اینترنزیک از طریق مجاری سیتوپلاسمی مشترک منتقل میشه. سیستم تی تیوبلز توی عضله قلب رشد بیشتری داره و برعکس ماهیچه اسکلتی اس آر فضای کمتری رو اشغال میکنه و این باعث میشه که پشتیبانی کلسیم درون سلولی برای انقباض کمتر باشه. کلسیم به مایوسایت ها فقط از طریق کانال هایی که به این یون اختصاصی هستن وارد میشه. ورودی اصلی نوع ال هستش، یعنی کانال های ال تایپ که طولانی مدت باز میمونن و رسانایی بالایی دارن. نوع کانال دیگه که مورد استفاده قرار میگیره کانال کند کلسیوم هستش. هنگام دپولاریزه شدن باز میشن این نوع کانال ها. این کانال های کند توسط کیناس های وابسته به CAMP و CGMP تنظیم میشن. حالا این کلسیومی که وارد سلول شده توسط پمپ مبدل سدیم کلسیوم از سلول خارج میشه، اینجوری که یک کلسیوم بیرون میندازه و سه تا سدیم رو وارد میکنه. ادامه این عمل باعث میشه که کلسیوم توی سلول کم و سدیم زیاد بشه. هر دلیلی که باعث افزایش سدیم داخل سلولی بشه باعث میشه کلسیوم بیشتری دفعه بعدی دپولاریزه شدن وارد سلول بشه و باعث انقباض قوی تری میشه. به این پدیده اثر اینوتروپیک مثبت گفته میشه. داروهایی مثل گلیکوزیتا که برای نارسایی‌های قلبی استفاده میشن نمونه‌ای از اثرات ایزوتروپیک مثبت هستند. نحوه فعالیت این دارو هم اینجوری هستش که این دارو وارد دارو فعالیت پمپ سدیم کلسیم رو مختل میکنه و مانع از خروج سدیم از سلول میشه. این انباشته شدن سدیم باعث افزایش فعالیت مبدل سدیم کلسیم و به تبع افزایش ورود کلسیم به داخل سلول میشه که ورود کلسیم باعث انقباض قوی تر میشه. نوعی پمپ کلسیمی دیگه توی سارکولمای سلول قرار داره پمپ کلسیم هستش، ولی اهمیتش کمتر از پمپ مبدل کلسیم سدیمه. توی سلولهای قلبی انواع پمپ‌های دیگه وجود داره که اختصاصی ورود سدیم، کلسیم و پتاسیم و غیره اونها هستن، مثل سلول‌های دیگه. جهش توی ژن این پمپ‌ها مسئول یک گروه از بیماری‌های عضلانی هستش که بهشون میگن کانالوپاتی. یه نگاهی هم بندازیم به کاردیومیوپاتی‌های ارسی. این نوع بیماری‌ها با اختلالات متابولیسم انرژی یا پروتئین‌های غیرطبیعی توی مایوکارد مرتبطه و با اونا بستگی داره. دلایل این بیماری هم به دو دسته تقسیم میشن. در دسته اول نشون دهنده جهش در ژن‌های رمزگذار پروتئین‌ها یا آنزیم‌های درگیر در اکسیداسیون اسیدهای چرب هستش و دسته دوم هم حاصل جهش‌های توی ژن‌های رمزگذار پروتئین‌های درگیر در انقباض قلب مثل میوزین، تروپومیوزین و دیستروفین و غیره هستش. روش‌های درمانی که توی این نوع بیماری‌ها انجام میشه ژن تراپی، سل تراپی هستش. از روش‌های دیگه هم میشه به شاپرون تراپی یا پروتئین تراپی یا انزیم ریپلیسمنت ها میشه هم استفاده کرد.
مولکولر تارگتینگ مکانیزم هم که استفاده میشه. این ویدیو اینجا به پایان میرسه، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه، کامنت هم حتما بذارین. منتظر ویدیوهای بعدی از ما باشه. پیس اوت. Oh, I should be